ایران وارد باشگاه تولید کنندگان موشک کروز شده. خیلی زود طراحی موشک‌های کروز با انواع برد هم شروع می‌شود. این موشک‌ها به چه درد می‌خورد؟ به این سامانه موشک نور نگاه کنید. موشک نور با برد 150 کیلومتر با تغییرات گسترده‌ای به موشک قادر تبدیل شده با برد 250 کیلومتر. قادر از ساحل، ناو و هواپیما قابل شلیک است. اما ایران ده ها هزار قایق تندرو دارد. روی این شناورها چه موشکی باید نصب کرد؟ موشک های خانواده کوسر برای همین سامانه ها طراحی شده. این موشک ها بردی حدود 30 کیلومتر دارد. این برد مناسب شلیک از قایق‌های JM است. زیر بالگرد غیر تهاجمی هم نوع زفر بسته می شود. کمی عقبتر و از ساحل سامانه خاتم که شبیه به ماشین‌های معمولی است شلیک این موشک را انجام می دهد. همانطور که از سامانه خاتم 7 موشک‌های 200 کیلومتری پرتاب می شود. این ترکیب به یک موشک باران عظیم منجر می شود. چرا ایران به این موشک باران نیاز دارد؟ هر ناوگروه آمریکایی متشکل از یک ناو هواپیمابر، چند رزمناو، فریگیت و شناورهای لوجستیک است. مجموع این شناورها و ادوات نصب شده روی آن نهایتاً با 2000 هدف می توانند درگیر شود. البته این ادعایی است که پنتاگون می کند و قطعاً در حالت عادی این گونه نخواهد. اما به فرض صحت ادعای آمریکایی‌ها، شیوه نبرد ایرانی‌ها هم متناسب با این نوع توانمندی طراحی شده. ایرانی‌ها از هزاران قایق تندرو با نام فنتیل استفاده می‌کنند. این قایق‌ها انبوهی راکت به سوی هدف می‌ریزند. راکت‌ها یک دیواره آتش در مقابل رادار شناورها تشکیل می‌دهند. برد این راکت‌ها تا 20 کیلومتر است. حجم آنها بسیار زیاد و مثل بارانی دیوانه بار می بارند. در کنار این باران از سواحل جزایر ایرانی فجر پنج ها شلیک می شوند. فجر پنج یک راکت است. این راکت در جنگ 55 روزه غزه به آسانی از گنبد آهنین اسرائیل عبور می کرد. اما فجر پنج در برد نهایی خود که حدود 75 کیلومتر است، 1 کیلومتر اختلاف دارد. یعنی از فجر تنها باید برای به هم ریختن سیستم راداری دشمن استفاده کرد و امکان زدن هدف با آن نیست. ایران اما در سال 95 نسخه عجیبی از موشک فجر 5 را رونمایی می‌کند. در این موشک روی کلاهک انفجاری بالک طراحی شده، یعنی دقت اصابت به هدف آن به طور چشمگیری بالا رفته. در همین سال رزمایش دریایی ایران شاهد شلیک فجر 5 اصلاح شده ی ایرانی است. تمام موشک‌ها به هدف شناوری مورد نظر اصابت می‌کنند. این باران راکت‌ها فرصت را برای کروزهای هدایت شونده مناسب می‌کنند. حالا کروزها با دغدغه کمتری به سوی اهداف شلیک می‌شوند. انبوهی کروز از ساحل، روی تندر و جی ام به سوی شناورهای دشمن حمله می کنند. از زیر هواپیما و زیر بالگرد هم باران موشک می بارد. وقتی سطح درگیری به این شکل در آمد، تیر خلاص ایرانی ها شلیک می شود. موشک فاتح 110 بالستیک دریایی ایران معروف به خلیج فارس. 5 4 3 2 1 موشک خلیج فارس بالستیک است،
یعنی با سرعتی چند برابر کروز حرکت میکند. غیر قابل رهگیری است. اصلا امکان جنگ الکترونیک با این موشک وجود ندارد. بدتر از همه این که این موشک از ارتفاع بسیار بالا روی شناور در حال حرکت قفل میکند و با سرعتی مهیب روی آن فرود میآید. تیر خلاص، ناو غرق میشود. در میانه این بگیر و ببند، شلیک اژدر فوق سری هود هم قطعی است. از همه شناورها شلیک می شود. شلیک اژدر یعنی تمام شدن کار هر ناوی که در مسیرش قرار دارد. هود قابل رهگیری نیست. رادار نمی بیندش. علاوه بر اینها به محض روشن شدن سیستم جنگ الکترونیک دشمن، بارانی از موشک‌های فاتح اصلاح شده ضد رادار شروع می شود. این موشک‌ها دنبال منبع رادار می روند و تا آن را منهدم نکنند ماجرا را رها نمی کنند. نام این موشک هرمز است. اینها بخش قابل روایت از توان دفاعی ایران است. توانی که ایران تمایل به نشان دادنش داشته و بخش اعظمی از توان خود را برای روز نبرد پنهان کرده. این یک قدرت بومی است که باعث شده آمریکایی‌ها ترجیح بدهند از طرح گزینه نظامی به صورت جدی علیه ایران خودداری کنند و حتی جلوی دیوانگان منطقه‌ای را هم بگیرند، چرا که هر تحلیلگری به خوبی می‌داند جنگ با ایران شوخی بردار نخواهد بود.